بفرمایید عزیز. سلام خانم دکتر. درود بر شما عزیزم. بفرمایید. قربان شما. خانم دکتر من سوال داشتم در رابطه با ترسی که دارم به همیشه از در رابطه با از دست دادن. من تو هر رابطه که قرار میگیرم اولین چیزی که برام به وجود میاد ترس از دست دادن اون رابطه است. و خب سخنان هم شما رو زیاد گوش میکنم، دیگر روانشناسا حالا مطالعه میکنم، ولی این همیشگی انگار و یکی از دلایلی که شاید شما یعنی خودم احساس میکنم خیلی از روابطم رو نمیتونم درست ادامه بدم و از دستش میدم به خاطر اون ترسیه که همیشه از دست دادن رابطه دارم. راهنمایی من بهتون این هستش که گذشته این قضیه چی هستش، چه کسی رو از دست دادین، چه رابطه ای رو از دست دادین، آیا بین سنین 4 تا 7 سالگی بوده این از دست دادنتون، چه اتفاقی برای شما افتاده، چه تغییر و تحول بزرگی یا چه از دست دادن بزرگی توی کودکیتون اتفاق افتاده که باعث شده که شما همون طور مثل یک کودک با روابطتون برخورد میکنی؟ از دست دادن زیادی بوده. حالا ببینید این 4 تا 7 سالگی شاید خیلی به خاطر نمیارم، ولی از دست دادن ها برام زیاد بوده و همچنین مرگ عزیزان که خیلی برام سخت بوده و بسیار سختی بودم در کودکی. درست. یعنی به روی خودم نمی آوردن که این از دست دادن چقدر آزارم میده و گریه هم نمی کردم در اون زمان. خب اولین از دست تغییرات ایجاد شده، ولی اون زمان اصلا گریه هم نمی کردم اگه کسی از دست می دادم. شما جابجایی بزرگی داشتین توی کودکیتون؟ جابجایی بزرگ توی کودکی راستی که بخواهید من یه زلزله رو تجربه کردم، حالا که داستان زلزله الان هم هست، ولی من یه زلزله رو تجربه کردم در 13 سالگی انتقال پیدا کردم به یه شهر دیگه و 30 سالگی هم ایران رو ترک کردم و آمدم امریکا. بله. نمیدونم دیگه خیلی خیلی دیده این مسیر خیلی دست دادم و 35 سالگی هم یه رابطه 5 ساله رو از دست دادم. بله. که مقاطب اصلی قضیه خودم میدم. درست. بنابراین بله. زیربنای فکری شما اینه که من با هر کسی که نزدیک میشم مواظب باشم که خیلی دردم نیاد یا خیلی نزدیک نشم چون این آدمو از دست میدم. خب حالا 2 تا عکس العمل هست، یا انقدر میچسبین که هر کسی که باهاتون هست احساس میکنه که توی زندانه، یعنی گروگان گرفتینش و از این چسبندگی آدما میخوان فرار کنن، خب، یا اینکه اون ور قضیه همش میخواین نشون بدین که من خیلی وابسته نیستم، من احتیاج ندارم، من دردم نمیاد، من نیازمند نیستم، من آویزون نیستم. کدوم یکیشه یا هر دوتاشه؟ هر دوتاشه. اوکی. من اولش آویزون شدنه است. وقتی احساس میکنم این آویزون شدنه داره طرف مقابلم رو اذیت میکنه، دقیقا میریم پای غرور تو وای میسی. بله بله متوجه شدم. ببینید چیزی که به نظر میاد که ناتمامه و هیچ وقت حل نشده که توصیه بهتون میکنم، چون فرمودین که به روانشناسی هم علاقه مند هستین، البته توصیه هم بهتون این هستش که از یک متخصص کمک بگیرید، برای اینکه حدس میزنم خودتون ممکنه راهش رو بلد نباشین و اونم این هستش که به گذشته برگردین و فهرستی تهیه بکنین از تمام کسانی که از دست دادین ولی هیچ وقت احساساتتون رو به اونها ابراز نکردین و حالا یا پای غرورتون یا پای بلد نبودنتون یا پای فرصت نداشتنتون، هر کدومش که بوده، به نظر میاد آدمای زیادی هستن که شما نه با اونها حس خودتون رو در میون نذاشتین و اینا همش انبار شده و این انبار شدن و کار ناتمام و خداحافظی نکردن با کسایی که توی زندگیتون بودن باعث به وجود اومدن یک نوع وسواسی در شما الان شده که از یک طرف بی نهایت احتیاج به نزدیکی دارین، از یک طرف دیگه رفتاری که میکنین و نحوه برخوردتون باعث میشه که آدم ها نزدیک نمیان. متوجه هستین؟ و خودتون باعث میشین که آدم ها
دور بشن ازتون، چون به نظر میاد یه عده آدمای کلیدی، یه عده بوده که براتون مهم نبوده، ولی یه عده آدمایی بودن که واقعا از دوری و از دست دادن اونها شما درد تو وجودتون هست و حل نشده این مسئله. و توصیه من بتونی که حتما این کار رو برای خودتون بکنید و این وقت رو، یه 6 ماه وقت رو کنار بذارین و رسیدگی بکنین به این روابط ناتمام و دردهای ابراز نشده از دوری ها و از دست دادن ها. حالا یه سریشم شما پیش خودتون فکر میکنید که من برم به این آدمه بگم، عمرن من نمیرم به این بگم، میدونی، یعنی یه عصبانیت هایی هم اونجا هست، متوجه هستین؟ در کنار این از دست دادن عصبانیت و درد و رنجش وجود داره. خب اونا هم باز همش با هم دیگه قاطی شده و همه روابطتون رو داره روش اثر میذاره، یعنی رو تمام عکس العمل هاتون. و میدونید مثل یه شاهرگیه که خون چیکه چیکه به شما میرسه، به جای اینکه راه این شاهرگ باز باشه و شما بتونید تمام عشقی رو که دارین ابراز بکنی و تمام عشقی رو که دیگران دارن شما دریافت بکنید، همش توی گشنگی دارین لهله میزنی، چون خون بهتون نمیرسه، مهر بهتون نمیرسه و مهر شما هم به طور سالم به دیگران نمیرسه، متوجه هستین؟ و بنابراین این تمام روابطتون رو تحت شعاع قرار میده و نمیذاره که شما روابطتون رو ازش لذت ببرید، چون حتی اون موقعی هم که یکی داره به شما عشق میده، بهتون داره عشق ابراز میکنه، تای ذهنتونی که این کی قراره بره، این کی قراره منو ول کنه، میفهمی؟ پس رابطه ها همه میشن رابطه های معیوب. دقیقاً میدونی؟ بعد اصلا طرف به شما میگه من تو رو دوست دارم، ببخشید، دقیقاً اصلا یه کسی به شما ابراز عشق میکنه، شما میگید آها کی داری میری، تو هم که میذاری میری، متوجه هستی؟ بله. یعنی حالا یا ابرازش میکنین یا نمیکنین، ته ذهنتون اینه، خب، که این الان داره این حرف رو میزنه و 2 روز دیگه منو ول میکنه میره. خب بله، کاملا با تجربتون موافقم، چون دارم تجربهش میکنم، دقیقاً همینه. و ذهن من و موقعی که یکی به شما میگه من دوستت دارم، شما جواب دوست داشتن رو نمیدین، شما جواب فکری رو میدین که تو ذهنتون به شما میگه این همین روزا منو ول میکنه یا این قضیه هم دوام نمیاره، میفهمین؟ بنابراین شما برمیگردین جواب دوست داشتن اونو با این میدین که پس یعنی تو هیچ وقت نمیذاری بری، پس تو همیشه میمونی، قول میدی هیچ وقت نری، یعنی شما جواب دوست داشتن اونو با این ترستون میدین که همش میخوان آدم ها بهتون قول بدن که نمیرن، وجه میشی؟ من متوجه کاملا صحبت میتونم واقعا باش موافقم و اگه جواب محبتی رو هم میدم به خاطر اون نگه داشتن طرفه، درسته، محبت توش نیست، به خاطر اینه که میخوام طرف رو نگهش دارم و برای نگه داشتنشه که این محبت رو شاید دارم میتونم. دقیقا. و اگه من و شما بشینیم تمام این روابطی هم که داشتین رو با هم دیگه باز کنیم، شاید حتی این آدم ها آدم های مناسبی هم نبودن، ولی آنچنان بهشون میچسبین و میخواین نگرشون دارین که فقط حواستون به نگه داشتن طرفه، نه به این که آیا این رابطه برای من درسته یا نه. متوجه صحبت هم هستین؟ بله. و بعد یه دوگانگی موافقم و واقعا وقتی که یه رابطه از دست میدم باید نگاه میکنم بهش، خب چون از اون بحران اومدم بیرون، نگاه میکنم خب من اصلا مدل این آدم رو نمیپسندیدم، خوشم نمیاد از این رابطه، چرا اینقدر این رابطه گیر دادم که خب به هر صورت این مسائلی بوده که هست، درسته؟ و اصلا صحبت همینم هستش، خب، که من به جای اینکه گذشتم و برم حلش بکنم و این ترس رو حل بکنم و یاد بگیرم که آدم درستی رو، آدمهای درستی رو توی زندگیم بیارم، شما ممکنه حتی با دوستاتون هم این حالت رو پیدا بکنید، متوجه هستیم؟ بخواییم به دوستاتون هم بچسبین همش، دوستاتون هم همش نگران این باشین که نرن یا ولتون نکنن. خب بنابراین این نوع وابستگی همه جا زندگیتون رو تحت شعاع قرار میده، متوجه میشین؟
آره. این گذشته ناتمامیه که باید حل بشه تا شما بتونید آزادانه و خالصانه دوستی هاتون و روابطتون رو انتخاب بکنی و آدما هم حق انتخاب و موندن و یا رفتن رو پیدا بکنن و شما از نیاز و احتیاج وابسته آدم ها نباشید، بلکه از روی انتخاب آدم ها رو بیارید توی زندگیتون که این آدم آدم درستیه، این دوست خوبیه، این به من خودش رو ثابت کرده، ما وقت زیاد گذاشتیم برای شناخت هم دیگه، من نرفتم فوری به این آدم بچسبم وابستش بشم، وقت داشتم و خودش رو به من ثابت کرده، من خودم به اون ثابت کردم و این دوستی دوامش رو ثابت کرده و یا آشنایی و یا هرچی که بوده، حالا ما در یک رابطه سالمی هستیم که هر زمان هم هر کدوم از ما این رابطه رو نخواستیم اجازه خروج داشته باشیم. دقیقاً درسته و دقیقاً اجازه خروج انگار یه چیزیه که خب حق طرف مقابله و من میدونم که حق طرف مقابله، ولی همیشه طلبکار این داستانی وقتی یکی میخواد بذاره بره، من به شخص خودم رو که نگاه میکنم خیلی طلبکارم نسبت به اون قضیه، با اینکه میدونم حق طرف داره، میتونه انتخاب بکنه میتونه انتخاب نکنه. درست و حتی جاهایی که شاید با یک صحبت عاقلانه میشه مشکل رو حل کرد، عکس العمل شما باعث میشه که طرف بخواد فرار بکنه به جای اینکه بشینید و حلش بکنید. متوجه میشین؟ چون اون وابستگیه باعث میشه شما شروع کنید به لغت پرونی به جای اینکه خب میفهمم الان از یه موضوع ناراحتی، بیا مشکلمون رو حل کنیم. یعنی خود اون عکس العمل اجازه حل کردن مشکل رو نمیده. بله، متوجه شدی؟ و چیزی رو که من براتون میخوام و توصیه میکنم این هستش که شما اگه بتونی گذشته خود، اگر که نه، وقتی بتونی گذشته خودتون رو حل بکنین، عکس العمل و نوع برخورد شما با مسائلی که در رابطه پیش میاد، چون که همش این ترس این که الان این میخواد بذاره بره و یا طرف رو لغت بزنین از در پرتش کنین بیرون، یا این که دو دستی بهش بچسبین رو شروع بکنیم به التماس کردن، یعنی هر دوتا این عکس العمل های غیر عادیه. خب وقتی یاد بگیرین چجوری مشکلات روابطتون رو حل بکنین، طبیعتاً رابطه به این صورت نخواهد بود و روابطتون هم سالم تره انشالله. خب دکتر، من تا یه سوالی از خدمتون بکنم. بله بفرمایید. که من دوست بکنم کسانی رو که نسبت بهشون ناراحتی داشتم و از دست دادنشون من اذیت کرده، منظورتون چیه؟ جنس مخالفه یا نه کلا هر چیزی که در زندگیم بوده؟ ولی مورد یه کوچولو من توضیح بدید ممنون میشم. هر کسی میتونه داییتون باشه که فوت کرده، میتونه دوستی باشه که جابجا شده از پیشتون رفته، میتونه معلمی باشه که خیلی دوستش داشتیم بعد مریض شده نیومده، هر کسی رو که شما خیلی دوستش داشتیم و خیلی بهش و خیلی آزار دیدین از جداییش، یا حتی خودتون یه هایی رابطه رو به هم زدین و قهر کردین. متوجه هستین؟ بله. همه اون روابط رو لیستش رو بنویسین و بعد ببینید که ناراحتی از چی بوده و دلخوری از چیه و چه حرفی ابراز نشده، چی گفته نشده، چی باید گفته می شده، و اون آدم ها رو همه رو برید و باهاشون تکمیل کنین حرفاتونو، چون اینا هیچ کدوم ابراز نشده، همش ناتمامه. بله، حالا به یه سریشون که دسترسی نیست، یعنی چون من ما هر کیو بخوایم این روزا البته میتونیم به حکم اینترنت پیداش کنیم، بنابراین اونم اون بهانه رو نیارین دنبال آدما بگردین و حرفاتونو بزنین. مرسی. خیلی ممنون از لطفتون. ممنون از محبتتون خانم دکتر. ممنون که از وقت می‌ذارید. امید دیدار. مرسی عزیزم.